تاریخ اینو گفته که ایستادن در مقابل ناحق همیشه دست تاریخ اینه. تا یه جاش خب میگن دریا به دهن سگ نجس نمیشه. خب تا یه جاش اینه که خب بگو. خب هر چقدر دلت میخواد بگو. آفتاب آمد دلیل آفتاب. خب گرد دلیلت بایدد از وی رخمت آب. و به صلاح خود این قضیه خودش رو روشن میکنه. اگه شیادی باشه، اگه داهین باشه، اگه هر چی باشه، خودش رو داره چیکار میکنه؟ روشن میکنه. اونام هر چی دلشون میخواد هر کسی بگه. خب اما یه جاست که نه، پا رو در واقع میبینه که یکی واسطه جلوت، خب و میگه تو شیادی. خب اینجا لازمه که بهش بگی نه برادر، من شیاد نیستم، به این دلایل شیادی. یه جاست اون مداره که تو میگیره پرت میکنه، میگه نه همینه که من میگم، تو شیادی. خب این موقع به اصطلاح این موقع دیگه موقعی است که خب حالا منتظر اون تیم مشت بزنه، مشت میزنه، بزنه بالاخره هر کاری بکنه دیگه با پاسخ روبرو میشه دیگه. برای اینکه اون وقت اگر به اصطلاح سکوت و عقب نشینی و اینها دیگه گناهه. اونجاست که اگر متوسل به اصطلاح بحث زور بشه دیگه ماجرا میشه جزء تکلیف، میشه جزء وظیفه، ایستادن در مقابل به اصطلاح ناحق. خب ایستادن در مقابل ناحق. پس ما ابن ملجم داریم، ابن ملجم، حالا یک کتاب هم داریم ابن ملجم، ابن ملجم ها خداپرستان نادان. ابن ملجم کسی است که خیلی حق رو قبول داره و به نام حق جلوی حق وای میسته. فرق ابن ملجم اینه، ابن ملجم به نام حق جلوی حق وای میسته، به نام خدا جلوی خدا وای میسته، به نام نمیدونم چی جلوی به اصطلاح ظاهر کلامش و مسائلش همه چیه، توجیهات قشنگ خودشو داره. و خلاصه کلام ابن ملجم بدتر از چیزه، بدتر از اون جاهل و نادانه. جاهل اگر واسه بالاخره آدم میگه که خب جاهله، ولی ابن ملجم وقتی وای میسته دلش هم میسوزه، چون میدونه که او به نوعی خودش هم داره حرف از حق میزنه، ولی نمیدونه که به اصطلاح، یعنی در واقع خود ابن ملجم هم امیرالمومنین علیه السلام زد و در واقع خودشو برایش به اصطلاح از نظر خودش برای مردن و شهادت از نظر خودش آماده کرده بوده. بنابراین این موضوعی که برای ما تکلیفه، برای ما رسالته و ما هرگز اینطوری نخواهیم بود که بگن نگو، بگیم نمیگیم. خب هرگز اینجوری نخواهد شد. یکی باید از میدان به در بره، یکی باید متقاعد بشه، یکی باید چیز بشه. حالا دیگه چجوری این قضیه بخواد حادث بشه نمیدونیم، ولی باید متقاعد بشیم. خب باید متقاعد بشیم که اشتباه میکنیم. خب یا باید فرصت باشه که نشون بدیم که اشتباه نمیکنیم. یکی از این دو سه تا هست. بنابراین راههایی که میره جلو، راه امروز قرن حاضر قرن رویارویی اندیشه هاست دیگه. میدونید که هر اندیشه در تمام دنیا به راحتی به آزادی میاد رو سایت. هر اندیشه دنیا شده محل تبادل، اصلا نمیتونید، نمیشه که اندیشه های روز دنیا رو بررسی کرد. اینقدر آزادی پشت رویاروی اندیشه ها خابیده و هست. و دیگه قرن به اصطلاح قرون وسطا نیست دیگه. بحث این جا نیست که بگی نگو، بگیم چرا میگه چون شمشیر دستمه نگو دیگه. این قرن نیست و شمشیر حتما بازنده است، همیشه بازنده بوده.
همیشه بازنده بوده، بازم بازنده خواهد بود. این قانون تاریخ، درس تاریخه. بنابراین دو تا مسئله است، یا بحث اندیشه در مقابل اندیشه است، یا شمشیر در مقابل اندیشه. شمشیر در مقابل اندیشه شکست خواهد خورد، شکست میخوره و رسالت، رسالت انسان به گفته امیرالمومنین علیه السلام ان الحیات در دنیا عقیدته و جهاد. و بعض اینجاها در واقع معلوم میشه که مثلا چطوری به عقیده رسیدی و چطوری در برابرش جهد کردی و به جهاد رسیدی و خلاصه به این صورته. اما باز الان بحث اصلی اینه که اصلا بدون این مقوله ها تاریخ معنا پیدا نمی کنه. اصلا تصور اینو نباید داشته باشیم که تاریخ روی آرامش به خودش ببینه و بعد ببینه که بله امواج تو این اقیانوس دیگه آرومه بود. هرگز انسان این چیزو نخواهد دید. همیشه دو قطبی بوده، دو قطبی خواهد بود و توی این گیرودار هاست که معلوم میشه انسان اون آرمان های خودش رو پیگیری کرده، دنبال کرده، رسیده، نمیدونم، و این هاست که تاریخ رو ساخته. ببینید اونا توی یک سری مسئله، این قضایی که صحبت میشه یک سری مسئله فردی هست، یک سری مسئله خاصی هست. تا یه جایی اینطوری میشه، در یه جایی شما دیگه نمیتونید بگید من فرعونو دیگه میسپارمش به خدا. خب سپردین، ولی خب اگه اینجا بود امام حسین علیه السلام هم یزید و شمر و اینا رو میسپارد به خدا دیگه، دیگه قرار نمون کاری صورت بگیر. یا اصلا تمام انبیا که همشون در مبارزه بالاخره شرکت داشتن، همشون، موسی هم همینطور، بقیه هم همینطور، همه رو میسپاردن به خدا و هیچ مبارزه هم نه، هیچی هم نبود و هیچ اتفاقی هم نمی افتاد. خب اینها در یک جاهایی است که هر که تو را خار کرد رو به خدایش سپار. یه جایی هست که نه، اینا چیزه، اینا رو برش میکنی، میسپارش به قانون کارما. توجه میکنید؟ یعنی رو به خدایش سپار، میسپارش دست قانون کارما، قانون عمل و عکس العمل. خب و قانون عمل و عکس العمل خودش دخلشو میاره. یعنی چنان دنیا درس بهش میده که چیز نیست. ولی به هر حال یه جای جلو سیل رو، سیل میخواد، لازمه که نمیتونه بگی من سیل رو میسپارمشون جلوش سیل برک. بله 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 بله.